موسیقی متال همونطوری که گفتم از اولی که شروع شده با گروه مثل بلک سبت یه نمادهای شیطان پرستانهی بهش وصل شده، خب چه به خاطر فواصلش چه به خاطر تیپ و قیافه آدمایی که این موسیقی رو میزدن، مثلا چه میدونم چشماشون رو مثلا آرایش مثلا سیاه میکرد یا ماش ناخوناشون رو سیاه میکرد یا لباس سیاه همیشه میپوشیدن یا همچین اداهای اگزاجره در میوردن که مثلا، و خب مضمون شعرها به خاطر اینکه بهتون گفتم حالت نیلیستی اگزیستانسیالیستی داشته و کلن ناراضی بود از وضعیت اجتماعی و وضعیت زیستی بشر، موسیقی متال تبدیل شد به یه سمبول در واقع شورش ضد وضعیت موجود اجتماع، چه در غرب چه در ایران. خب برای ما مثلا نسل ما که با موسیقی متال بزرگ شد خیلی جذاب بود این ماجرا، چه تیپ و قیافش چه نمیدونم مضمون شعراش، مایی که مثلا اون موقع شروع کرده بودیم زبان انگلیسی رو درست پیگیری کنیم و حالا خورد به اون اوائل فضای اصلاحات که سری از این شعرها حتی ترجمه شد و چاپ شد و اینا در اومد و توی جوان ها خیلی گل کرد دیگه. موسیقی متال هم به این دلیل بیشتر از هر چیز دیگه به خاطر اون روحیه طغیانگرش و اون وابستگی های کوچیکی که به شیطان پرستی و این چیزا توی دوره بیشتر حتی داشت اون اوایل دهه اواسط دهه 90 اواخر دهه 90، جمهوری اسلامی به شدت روی این ژانر موسیقی زوم کرد و بهترین چیزی که میتونست بهانه کنه همین ضدیت با دین و مذهبش بود که خب برای ما هم یه جذابیتی داشت واقعا، چون دوست نداشتیم اون فضای خفقان مذهبی که توی مدارسمون بود توی اجتماعمون بود و اینو تبدیل کرد به یه چیزی که بتونه جمهوری اسلامی به این شکل مخصوصا این ژانر از موسیقی رو سرکوب کنه. در حقیقت طغیان جوانها یا کسانی که این ژانر رو میپسندیدن رو سرکوب بکنه و یکی از ابزارهای این سرکوب این بود که بیاره خودش استفاده کنه، در انحصار خودش بگیره، درست میگم؟ حالا من موسیقی متال راستش رو بهتون بگم به اون شکل ندیدم جمهوری اسلامی موسیقی متال رو استفاده کنه. موسیقی متال رو مثلا یه چند تا موزیسین به اصطلاح متال و اجازه انتشار آثار بهشون داد که اونا هم همشون در برخلاف بقیه ژانر موسیقی متال مثلا در متن علی و فلان این حرفا متال ساخته بودن، با صدای موسیقی متال موسیقی توتیه اونا رو اجازه داد بهشون بیان کنسرت برگزار، هنوزم برگزار میکنن، ولی باقی کسایی که موسیقی متال با اون مفهوم واقعی خودش که عصیانی بر علیه تمام مثلا نرم های محدود کننده اقتصادی و سیاسی اجتماعی بود اونو کامل سرکوب کرد یا وابسته به شیطان پرستی و فلان از این حرفا نشون داد. ولی اون موسیقی که در دیسکو شما میشنوید بیشتر موسیقی ترانسه نه موسیقی متال. گفتم موسیقی ترانس یه موسیقی بود که اونم اواخر دهه 90 و اوایل 2000 اومد و یک سری دیجی های خیلی خاصی بهش می پرداختن که مثلا سایکدلیک ترانس که یه شاخه ترانس هستش خیلی تمایه حتی شرقی و اینطوری پیدا کرد و اینا و اینا. فکر میکنم ببینید ما همیشه توی فضای هنریمون آدمایی داشتیم که دانش تولید موسیقی توی اون ژانر رو در خدمت حکومت قرار میدادن و متاسفانه ما زیاد تو هر کدوم از این دهه ها برید نگاه بکنید ببینید که یک صاحب تکنولوژی و صاحب دانشی اومده کمک کرده به اینکه جمهوری اسلامی اخته اون ژانر یا وانموده اون ژانر رو به شکل اسلامی خودش تولید کنه برای جلب جوانان و واسه همینه که همینم الانم خامنه ای میاد میگه که مثلا قدرت نرم و تمام این ماجراها، یعنی اینا همیشه
یه سری آدم های هیبریدی تولید میکنن. شما تو موسیقی رپ هم اینو میبینید، شما تو موسیقی هیپ هاپ هم اینو میبینید، تو همه ژان های جوان پسند جمهوری اسلامی خیلی استادانه اومده مهره سازی کرده برای خودش و یه سری آدمی رو پرورش داد مخصوص که بپردازن به اون شکل از موسیقی که اینا دوست داشتن تولید کنن و باش جوانان رو جلب کنن.